رهاب یا رهاب که احتمال زیاد رهاب درست‌تر هست، یا رهاوی یا رهاو یا راهوی یا راهوی و همچنین در بعضی از گویش‌ها رهایی هم ذکر شده. گوشه ایست در دستگاه شور و قسمت دانگ اول شور معمولا اجرا میشه، همچنین در انتهای افشاری معمولا در اکثر ردیف‌ها حضور داره، در بیات اصفهان هم اجرا شده و البته این گوشه در سگاه و نوا و بسیار از دستگاه‌های دیگه قابلیت اجرا داره و متعلقات شور معمولا. رهاب یادگار راهوی یا رهاوی است، لحنی از موسیقی قدیم ایران. اون رو پلی برای راهیابی به شور ذکر کردن. از دستگاه‌های دیگر وقتی ما می‌خوایم حرکت کنیم به سمت شور، با این رهاب می‌تونیم این کار رو صورت بدیم. و وزیری در کتاب آوازشناسی خودش میاره که رهاب وسیله مدگردی به شور نمایان است. شاهد رهاب رو معمولا درجه دوم ذکر کردن اگر در شور ره در نظر بگیریم، یعنی روی میکرا شاهدش است. از هفتم گام شور یا زیرتونی که این نوت دو شروع میشه اگر در شور ره در نظر بگیریم، با اشاره به درجه سوم شور یعنی همون فا حرکتش رو شکل میده، ممکنه تا چهارم گام شور یعنی نوت سل پیش بره و بعد به نقطه ایست برگرده، در انتها روی شور درجه اول ایست کنه یعنی ره. از لحاظ نوت شاهد و شروع و ایست مانند سگاه و عبارت هاست، ولی حالت بینابینی اینها رو داره، یعنی هم به شور شبیه، هم به سگاه، هم به عبارت ها. وزیری گوشه های حسینی، حسین، بوسلیک و مسیحی رو که شبیه هم گردش نغمات دارند رو در یک بسته به نام نغمه رهاب در نظر میگیره و به نظر بنده هم در مورد بوسلیک و مسیحی و حسین، نه حسینی البته، این به جا هست. گفتند که رهاب لحنی پندامیز و نصیحت گونه داره و انگار پس از جنجالی که در اوج و زیر اتفاق میفته باعث فرود به سمت مقصد و سرمنزل میکنه. به همین دلیل معتقدند که شعری که برای اون انتخاب میشه باید چه مناسبی باشه. رهاوی از مقامات دوازدهگانه گذشته بوده و دارای دو بانگ، شعبه های اون هم نوروز عرب و نوروز عجم بوده. رهاوی شد به نوروز عرب رام، به نوروز عجم برد از دل آرام. عشاق برآمد حسینیست چو راست، در پرده بوسلیک رهاوی و نواست. رهاوی رو از برج ترازو یا میزان میدونن. آمالی میاره که رهاوی با یه نسبتی که برآمده از رها هست یا رهاو، از قصبه ها یا دهات روم هست، جزیره روم، چون در اونجا حصن یا قلعه ای به نام رهاو بوده، از قلعه های قدیمی روم هست. آنندراج هم همین رو تایید میکنه و اون رو برگرفته از حصن رهاو میدونه و معتقده که خواننده ای که دارای صوت مناسبی بوده اون رو وضع کرده و به نام رهاوی منصوب شده و بعد مغلوب شده به راهوی. این مقام نزد اعراب هم مورد توجه قرار گرفته. امام شوشتری می نویسه که این نویسنده زیر عنوان هشت پرده چنین افسوده است: ششم رهاوی از زیر افکند آغاز شود، برابر این نام یکی از دو فرع زیر افکند می تونه رهاوی یا رهاب باشه، و به حسینی بالا رود و به حجاز زیبا شود و بر سیگاه فرود آید. این رهاوی یکی از سی مقام از مقام های با نام فارسی از 52 مقام معمول در مصر و لبنان و سوریه به شمار میره. مولانا میگه که میزن ستا که یکتا گشتم مکن دوتایی، یا پرده رهاوی یا پرده رهایی. منظور از ستا هم همون ستار بود. این رهاب یا رهاوی در قدیم هم بسیار داره اهمیت و قول مدار اون آهنگ و تصنیف یا کار و عمل هم می ساختن. در ردیف صلحی هم
تصنیف عمل در رهاوی اومده در کنار مسیحیون آغوز و تقدید آقیس و شاه خطایی در سگاه. امروز رهاوی در نوا قبل از مسیحی اجرا میشه. رهاوی در بحورالالهان در دستگاه سگاه در توالی هدی پهلوی رهاوی و مسیحی قرار میگیره. در نوا در توالی عزال ناصری رهاوی و مسیحی قرار میگیره. فرصت شیرازی معتقده که در زمان او رهاوی هم ارز یا هم ارزش با بسته‌نگار ذکر شده، اما امروز ما این دوتا رو جداگانه در ردیف داریم. رهاوی که مأخذ آن رهاوی است به معنی پرده سرود هم ذکر شده که به وقت بعد از طلوع یا از صبح تا طلوع خورشید اون رو میخونه و در هندی به اون رالت گفته میشه. رهاوی یا رهاوی از الهان عهد ساسانی به شمار میره که حتی نظامی هم در دیوان خودش اون رو به این شکل میاره که نکیسا در ترانه جادویی ساخت، پسانگه این غزل در رهاوی ساخت. و رهاوی یکی از همونطور که گفته شد یکی از 12 مقام قدیم بوده در ادوار صفی الدین هم به عنوان دایره 65 و راهویت دایره الخامسه و 60 ذکر شده. مراقی هم فواصل اون رو الف جیم واب ه یب یب یه و یه با ه جیمی میدونه و فواصل اون رو مطلق مثلث، مجنب مثلث، زلزل مثلث، فرس مثنا، مطلق زیر و سبابه زیر ذکر کرده. مراقی زیرافکن، راهوی و اصفهان رو داخل حسینی میدونه، هرچند معتقده که در حسینی بعد بقیه وجود نداره و مفقود هست و میگه که بعضی از نغمات رهاوی در زنگوله موجود هست، بعضیش در حجازی و رهاوی مرکبی است از نوروز و حجازی. اصطلاحات پیشوند و پسوند رهاوی هم زیاد داریم، یا رهاوی مثل ره رهاوی، پرده رهاوی یا رهاوی. و همچنین باز مراقی میگه که از ترکیب بعضی نغمات رهاوی و بعضی نغمات زنگوله همایون تشکیل میشه و تأثیرش در آدمی نوعی باشد از حوزه. در فرهنگ ما این رهاوی رو نغمه میدونه که سوز و گداز و ناله و ندبه ندارد. به پیر تجربه دیده شبیه هست که میخواهد آب خنکی بر دل داغ دیده مصیبت دیدگان بریزد و آنان را با نصایح دلپذیر امیدوار و آرام کند. رنج و ناکامی زمانی با شادی و کامرانی توأم میشه و سهل و آسان خواهد شد. فواصل رهاوی اگر بخوام از نوت سول بدونیم، سول، لاکورون، سیکورون، دو، رکورون، می بمول، فا، سول بوده. مجنب، تنینی، مجنب، 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 تنینی و تنینی. اما بنده اعتقاد دارم که رهاب یا رهاوی یا رهاب یک گوشه هست به عنوان یک چهار راه میتونه استفاده بشه و ما رو از دستگاهی به دستگاه دیگه که درش دانگ شور مشترک هست میتونه ببره. این دستگاه ها میتونن همایون، شور، انواع اقسام آوازهای شور مثل دشتی، ابوعطا افشاری، همچنین سگاه و نوا باشن. حتی به ماهور و اینها از گوشه دلکش میشه رفت. بنابراین در جایی که ما در دستگاهی دانگ شور بیاریم و در اون دانگ شروع کنیم به نوازندگی، میتونیم با این رهاب یک چهار راهی ایجاد کنیم برای حرکت به دستگاه دیگه و برای مرکب نوازی میتونه کاربرد داشته باشه، نه تنها برای برگشت به شور، دونه از شور به نوا بره یا از سگاه به همایون بره. در نظر داشته باشیم که اگر ما یک دنگ ری میکرون فاصل داشته باشیم و یک دنگ لا سیکرون دوره، از نوت ما قبل آخر دنگ اول به نوت ما قبل آخر دنگ دوم وقتی حرکت کنیم، یعنی از دو به فا، فضای اون دنگ شور رو میتونیم تعلیق کنیم و شاهد که
ممکنه ر باشه یا میکرون باشه در سگاه یعبعتا، یا فا باشه یا سل باشه در تعلیق قرار بدیم. این حرکت از دو به فا و بعد حرکت های حول محور میکرون ما رو میتونه به سمت دستگاه دیگه ای ببره. مثلا در شور هستیم، از شور میخواییم بریم به سگاه، یا از سگاه میخواییم بریم به نوا. به این همین شکل ما میتونیم حرکت مختلفی رو در دستگاه مختلف از طریق رهاب انجام بدیم.